بسم الله الرحمن الرحیم شاگرده عزیز سلام استاد رضایی هستم استاد مزمونی بیولوژی تان امروز جلسه چهارم مزمونی بیولوژی صنف یازده همه میخوانیم عنوان ما و شما در رابطه به ساختمان حجره اعضا یا ارگانیل های حجره و همچنان وظیفه حجره هست خب در قدم اول ما ساختمان حجره را میخوانیم ساختمان حجره خب پیش از یک دست جدید در آغاز بکنیم خوب است یک بار درس گذشته رو بسیار کوتاه مرور بکنیم میشه که یادتان نرفته باشه خدای نخواسته خب درسی روز پیش ما در رابطه با حجرات یوکاریوت و حجرات پروکاریوت بود گفتیم موجودات زنده از لحاظ داشتن و نداشتن هسته در حجره خود به دو دسته تقسیم میشه یکی او موجوداتی که حجره پروکاریوت دارن و یکی موجوداتی که حجرشان یوکاریوت هست گفتیم یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته یعنی اون موجودات زنده ای که در حجره خود دارای هسته حقیقی می باشه و همچنان پرو کارید. پرو به معنای ابتدایی و کاریون هم به معنای هسته یعنی اون موجودات زندهی که در حجره خود دارای هسته حقیقی نیستند و بیشتر موجودات انیسیلولر یا یک حجروی پروکاریوت هستند و اینا فرق هم داشت از جمله فرق های عمده اینا گفتیم حجرات پروکاریوت هسته حقیقی ندارند در حجره خود هسته حقیقی ندارند اما یوکاریوت داشتن و دیگه ای که حجرات یوکاریوت در نباتات دیوار حجروی داره اما حجرات پروکاریوت دیوار حجروی نداره اینا مراحل تقسیم میتوسیس نداشتن این پروکاریوت مراحل تقسیم میتوسیس نداره اما حجرات یوکاریوت داره اجسام گلجی در حجرات پروکاریوت دیده نمیشه اما اجسام گلجی در حجرات یوکاریوت دیده میشه وجود داره ریبوزوم در حجرات پروکاریوت وجود داره اما جسامتش کوچیک است اما حجراتی یوکاریوت ریبوزومی چی داره کلان داره و همچنان فرق دیگه که در حجرات بین حجرات پروکاریوت و حجرات یوکاریوت هستند در اونمو پگمنت ها یا موادهای های رنگه است به خصوص در نباتات رنگ های مختلف میوه ها رنگ های مختلفی در برگ های نباتات وجود داره موجودیت پگمنت یا موادهای های رنگه است که اینی مواد های رنگه در حجرات پروکاریوت یا موجود که بیشتر در موجودات هگوجهوی است وجود نداره خب درس امروز ما شما در رابطه با ساختمان حجره است گرچه امروز ما کوتاه روزی بحث کردیم گفتیم که موجودات زنده حجراتشان از چند لحاظ مشابه است و از چند لحاظ با همدیگر دیگر چی هست؟ مختلف است خب از کدام جهات ها با هم مشابه بودن گفتیم که از لحاظ از چند لحاظ با هم مختلف بودن یک از لحاظ جسامت بودن گفتیم بعضی حجرات در موجودات در بعض موجودات زنده کلان هست اما در بعض موجودات زنده چی هست خرد است مثالش ما حجره عصبی را گفتیم حجره عصبی سیاتیک در انسان ها تقریبا به طول یک متر است که از کمر تا آخرین نقطه پای ما شما امتداد داره اما حجرات خون اگه ببینیم فوق را در خرد است و همچنان دیگه از لحاظ شکل با هم دیگه چی, فر... چی بود فرق داشتن شکل ها هم فرق میکنه حجرات سرخ خون تقریبا به شکل کروی مانند است اما حجرات دیگه ببخشید به این شکل است حجرات سرخ خون اما حجرات سفید خون کروی مانند است اما حجرات عصبی که ما و شما داریم به اینی شکل وجود داره یعنی به نام نیورون یاد میشه پس از لحاظی شکل هم از هم دیگه فرق دارن و فرق دیگه ای که در حجرات اس در وظیفه است در چی فرق داره در وظیفه فرق داره مثالش حجرات عصبی رو ما شما گفتیم که وظیفه گرفتن اطلاعات پروسیس و تحلیل اطلاعات و همچنان عکس عمل نشان دادن در مقابل اطلاعات هست و همچنان کنترل اعضا با یک دیگر هست سیستم ها و کنترل سیستم ها با یک دیگر هست اما حجرات خون اگر ما نظر بگیریم حجرات سرخ خون می بینیم وظیفهش انتقال گازات مواد غذایی هست اما وظیفه حجرات سفید خون مدافعه در مقابل اجنبی ها میکروب هایی که وارد بدن ما میشه در مقابل اونا هست. پس از لحاظی وظیفه هم از همدیگه فرق دارن اما با آن هم تمام حجرات چی انی سلولر باشه و چی ملتی سلولر یا چندین حجره باشه از لحاظ ساختمان با همدیگه چی هستن مشابه هستن بله خب در درس های گذشته در درس های اول ما شما خواندیم که پروتوپلازم کی شناسایی کرد که آفرین هوگان محل هوگان محل پروتوپلازم در سال چند 1848 1848 میلادی در داخل حجره چه کار کرد شناسایی کرد ببینیم تمام حجرات از لحاظ ساختمان از سه قسمت ساخته شده اول کی وجود داره آفرین یک غشای حجروی یا غشای پلازمایی وجود داره که دو رادار و حجره را چکار کرده؟ احاطه کرده خب دیگه بعد از این سایتو پلازم است سایتو پلازم سایتو پلازم کدام قسمت هست؟ این قسمت میگه سایتو پلازم این قسمت ها و در اخیر در داخل حجره چی موقع داره؟ هسته موقعیت داره پس تمامی حجرات چی انی سیلولر باشه و چی مولتی سلولر به غیر از پروکاریوت ساختمانشان این از سه قسمت ساخته شده یک غشای حجروی غشای حجروی دوم چی سایتو پلازم سایتو پلازم است و دیگه چی دارن در داخل خود هسته دارن و تمام حجرات بر علاوه سه سیدانه پروتو پلازم دارن در سال 1848 و گون محل ماده لجی که در داخل حجره موقع داشت او را چی نامید؟ پروتوپلازم نامید پس پروتوپلازم به معنای ماده زنده هست پروتوپلازم یا ماده زنده خب شاگردای عزیز درس امروز به می اندازه بس است، به خاطری که درس ما روی پلان پیش میره و می اندازه اکتفا میکنیم. یک بار دیگر تشریح میکنیم ساختمان حجره اعضا و وظیفه در کل اینی عنوانه دیگر رو ما روزهای بعدی میخوانیم امروز در رابطه با ساختمان حجره بود ما گفتیم که حجرات به صورت عموم در ساختمان خود از همدیگر فرق ندارن تمام حجرات از غشای حجروی که حجره را احاطه کرده و از صدمات خارجی همچیکار میکنه محافظت میکنه البته یادتان باشه شکر عزیز که در حجرات نباتی بر علاوه غشای حجروی دیوار حجروی هم وجود داره که دیوار حجروی بعد از غشای حجروی موقع داره اما فوق العاده با غشای حجروی چی هست نزدیک است این تنها در نباتات وجود دارد. اما دیگر نباتات دیگه حجرات در حیوانات از غشای حجروی جور شده از سایتوپلازم جور شده و از هسته جور شده و همچنان تمام حجرات در داخل خود دارای پروتوپلازم است که پروتوپلازم تمام ماده زنده یک حجره را میگه که تمام ارگانل های حجره یا اعضای حجره هم در اینجا چی است موقعیت داره خب های عزیز درس امروز به اینجا به پایان میرسم من یک چند سوال کارخانگی براتون میتونم شما ایره در خانه چی کار میکنین حل میکنین خب کاری خانگی یک یک حجره حیوانی رسم نموده و ساختمانی آن را مشخص نمایید مشخص نمایید سوال دوم یک فرق عمده بین حجره حیوانی و نباتی در ساختمان البته در ساختمانی یعنی در ساختمان چیست بیان نمایید سوال سوم حجره زنده حجره حیوانی حجره نباتی و تقسیمات حجروی توسط کدام دانشمندان و در کدام سالها مطالعه و کشف گردید خب شاگردای عزیز اینی سوالات کارخانگی شما هست در سوال مرور بکنین و از تک تک لحظه های زندگی خود استفاده مثبت داشته باشین و کوشش کنین که در خانه با دیگه اعضای خانواده هم در بخش درس و هم در بخش کارهای خانه کمک بکنین تا دیدار بعدی شما رو به الله منان میسپارم خدایا رو نگه دارتم.